میبینیم که هنوز هم اسلام فروشان شیاد از آوردن اسم الله پرهیز میکنن و به جای اسم الله نام خدا و یا نام دیگری از خدایان ایرانی رو به کار میبرن، زیرا ایرانیان از آغاز الله رو به خدایی نپذیرفتند و زیر بارش نرفتند. قرآن چیست؟ بیایید به کتاب قرآن بپردازیم بدون متفاوت با تمام عزیزان، پژوهشگران، دانشمندان، روشنفکران و روشنگران نازنینی که پیشانی همشون رو میبوسم. قرآن چیست؟ چگونه کتابیست؟ قرآن کتابیست که جهاد و بندگی را، ذلت و خاری را، عبوسی و غم و غصه را ستایش، انسان دوستی و آزادگی را نکوهش می کند. در بند بندش می تونید این رو ببینید. احکام شریعت در قرآن تنها زمینه ایست که ملایان فرومایه مشروعیت کردار خود را از اون برداشت می کنند و پسماندگی خودشون رو برتر از خرد مردم میپندارد. یک مشت آخونده بی سواد ابلهی که هر آنچه یاد گرفته از زیر شکم به پایینه، قرآن کتابی است که جهاد و بندگی را ستایش، انسان دوستی و آزادگی رو نکوهش میکنه. احکام شریعت در قرآن تنها زمینه ایست که ملایان پست و فرومایه مشروعیت کردار خودشون رو از همون احکام شریعت قرآن برداشت میکنند و پسماندگی و کثافت خودشون رو برتر از خرد مردم میپندارند. زمینه و سوی دید ایرانیان پس از حاکمیت الله تنها قرآن، یعنی احکام جهادگران عرب بوده که برای سوختن خرد و اندیشه انسان به کار می رفته است. کسانی که باجگزار نوکران، جیرخاران، باجگزاران و نوکران دست به سینه جهانگردان بوده اند، جهادگران بوده اند، منظورت میخوام کسانی که باجگزار جهادگران بوده اند، میدانستند و میتوانستند خواندن قرآن را به زبان عربی بیاموزند. ایرانیان نوکر صفت، ایرانیان پست، ایرانیان فرومایه که الان هم فرابون از این مزدورا و جیرخارا در خارج از کشور داریم، از ساب تلویزیون و برنامه سازش گرفته تا اونهایی که سایت های سیاسی و قلم به مزدان و تمام این لابیست ها و نمیدونم تمام این کسافت ها اون موقع بودن، کسانی که باجگزار جهانگردان بوده اند، میتوانستند خواندن قرآن را به زبان عربی بیاموزند. احکام شریعت یعنی قرآن تنها دفتر آموزشی بوده است که برخی از ایرانیان نو مسلمان هم خواندن و نوشتن را به زبان عربی یاد می گرفتند. چنین کسانی پس از آموزش ملا، آخوند، یعنی ایران ستیز می شدن. تمام این پوفیوس هایی که این لنگ سرشونه ایران ستیزن، دشمن ایرانند. یعنی از همون زمانی که جد اینها چند جنریشن قبل از اینها باجگزار جهانگردان شد و شروع کرد زبان عربی رو یاد گرفتن، قرآن رو به عربی یاد گرفتن و این گونه مسائل، اینها ملا شدن، آخوند شدن. یعنی از همون جا ایران ستیزی رو پذیرفتن. ملا یعنی ایران ستیز، ملا یعنی دشمن ایران و ایرانی و به زهرفشانی و خشکاندن خرد همگانی پرداختند. ایرانیان در دوران پادشاهان سامانی به یک پیروزی سرفراز
به یک پیروزی سرافراز می شوند. آنها پروانه نوشتن دریافت می کنند. ایرانیان پروانه داشتند که شریعت اسلام را با حروف عربی به زبان فارسی ستایش کنند. خوب توجه بفرمایید، به این میگن جنگ روانی. یعنی الان اگر در حکومت اسلامی که سانسور در اونجا به حدی است که در هیچ کجای دنیا نیست، اگر یک نفر بتونه جواز یک روزنامه یا یک نمیدونم عصرنامه شبنامه هر چی بگیره و بتونه در لابلای اون مطالبی بگه که بتونه ضرر به رژیم بزنه، در این زمان ایرانیان در دوران پادشاهی سامانی به یک پیروزی سرافراز، به یک پیروزی بزرگ سرافراز میشن، اونم پروانه نوشتن دریافت میکنن. ایرانیان پروانه داشتن که شریعت اسلام رو با حروف عربی به زبان فارسی ستایش کنن. در این هنگام گستاخان و دلاورانی مانند فردوسی، ابو ریحان بیرونی پدیدار شدن. امروز زمان پیدا شدن فردوسی ها، ابو ریحان بیرونی ها، امروز زمان کاوه آهنگر ها، بابک ها، رضا شاه هاست که بیان و خودشون رو نشون بده. در این هنگام گستاخان و دلاورانی همچون فردوسی، ابو ریحان بیرونی و دیگران پدیدار شدند که بینش فرهنگی خودشون رو پنهان از چشم و هوش دشمنان آشکار ساخت، پنهان از چشم و هوش دشمنان آشکار ساخته و بسیاری از آنها هم در این راه جان باختند. پس از سامانیان، غزنویان و سلجوقیان در راه فرهنگ زدایی و کشتن کیستی ایرانی از هیچ گونه ستمی فروگذار نکردند. ببینید در طول تاریخ چقدر ما رو زدن، فرهنگمون رو، بنیادمون رو، اصالتمون رو، تاریخ و فرهنگمون رو. هنوز ایستادیم و هنوز داریم به فارسی فریاد میزنیم، میگیم مرگ بر دشمن ایرانی، مرگ بر حکومت اسلامی، مرگ بر اون اسلامی که امروز 32 ساله، 1400 سالش کنار، در این 32 سال گذشته بدترین صدمه ها رو به ما زد در اوایل هزاره سوم. پس از سامانیان، غزنویان و سلجوقیان در راه فرهنگ زدایی و کشتن کیستی ایرانی از هیچ گونه ستمی فروگذار نکردند. دنباله پسماندگی و اسلام زدگی ایرانیان تا پایان حکومت قاجار هم به روشنی آشکار است و رده هاش رو به راحتی میشه پیدا کرد. زهره نادان پرور اسلام در زمان قاجار به اندازه‌ای بوده است که بیشتر سرگماشتگان حاکم روزه خون و زیارت نام خون و نماز میت خون و روزه خون و همین ملاهای کثافت و رمالهای آدمکشی سید و بی سواد بودند. در یک چنین مرداب زهرآلودی، در یک چنین شرایط دهشتناکی در تاریخ کشورمون ابرمردی، رادمردی، سرداری به نام رضا شاه به حکومت میرسد. ای روشن فکران، ای اندیشمندان، ای بزرگانی که در تلویزیون های گوناگون به ایشون رضا شاه قلدر رو نمیدونم رضا شاه چیچی و پالانی و این گونه مسائل میگویید، اگر او نبود که تو اصلا امروز اون کچلوار کروات تنت نبود، اون چهارتا کتاب رو نخونده بودی. در چنین مرداب زهرآلوده‌ای ابرمردی، سردار ملی ایران رضا شاه به حکومت میرسد. او برای ایجاد دانشگاه در ایران به جز شماری از کارگزاران اسلام زده، چندان آزاده‌ای خردمند در دسترسش پیدا نمی کند. هرچه بیشتر به دنبال آزادگان می فرستد، کمتر شانسی برای پیدا کردنشان پیدا می کند، جز شماری از کارگزاران اسلام زده. بیشتر کارگزاران
بیشتر کارگزاران دانش نوین در ایران از اسلام زدگانی بودند که با فرهنگ ایران آنچنان آشنایی نداشتند. در گفتار و کردار آنها کمتر نشانی از ارزش‌های زبان و فرهنگ ایران به چشم می‌خورد. اینا رو دارم بهتون میگم که همین زبونی که داریم صحبت میکنیم، همین فرهنگی که داریم، همینایی که از ادب و هنر و کردار نیک و پندار نیک و نمیدونم رفتار نیک، همه این چیزهایی رو که داریم میگیم از زمان رضا شاه به بعد دوباره این 2000 سال، 3000 4000 سال، 5 6 7000 سال برگشت به تاریخ ما. درک کنید چی بهتون